این مردم زمینه برای بروز اعتراضات و سوالاتشون نمی بینند. ما مهمترین سوالمون از حاکمان این هست. به این یک سوال هنوز پاسخ ندادم. که این مردم اگر اعتراض دارن غیر صندوق های رای که اگر حاکمان هوشیار باشن خود صندوق ها رای, رعی نشانه بزرگ همراهی و یا عدم همراهی این مردم که تو این دوره نشون دادن. اما حالا اونها رو توجیهاتی میکنن که نه آقا کرونا بوده است چه بوده است ما در مقایسه با نمیدونم آراء جهانی کجا هستیم ما از این حرفایی که گوش من و شما هم پر خب حالا اگر این مردم انتقادی دارن اعتراضی دارن شما یک جایگاه تشک... تشکیل دادید قانونی کردید که مردم بیان اونجا آیا گفتید آقا مثلا در روز فلان تاریخ فلان ماه فلان مردم میان تو استادیوم آزادی اونایی که معترضن بیان تو میدون آزادی اونایی که معترضن ما ببینیم چقدرن امنیتش هم ما تأمین میکنیم نمیذاریم هم این اعتراضات به انتقادات هر که هر اعتقادی داره با یک بیلبوردی تابلوی بیاد همراه خودش شما این کارو نکردید شما وقتی که دلسوزان نظام از استادان برجسته دانشگاه تا شخصیت حوزوی ما اینجا باید این مسئله رو هم ازش قفلت نکنیم که ما امروز در حوزه بله، منتقدین بله. فراوان و زیاد و تحصیل کرده ای داریم شخصیت هایی که در فقه مراتب بالای تحصیلات رو دارن دروس خارج سنگینی دارن شخصیت های تراز اولن در جایگاه خودشون در جایگاه تدریسی اونها الان منتقدن مقاله هاشون، سایت هاشون، کانال هاشون، مشخص حرف هاشون، یاد داشته هاشون، مقاله هایی که دارن، کتاب هایی که نوشتن تو این زمینه شما چه جایگاهی برای این انتقاد و اعتراض گذاشتید که بعد این اعتراضات به اختشاشات به قول شما کشیده نشه؟ شما میگید آقا اینجا اختشاش کردن، زدن، بانک چه کردن، زدن، نمیدونم معمور ما رو کشتن، با اسلحه سرد آمدن، با اسلحه گم ما مجبوریم بزنیم. خب آیا روز اولی که این مردم آمدن با اسلحه آمدن با شعارهای حتی تند آمدن چرا شما نمیخواهید این مفهوم رو بپذیرید که عده بسیار زیادی ما میتونیم ادعا بکنیم بالای پنجاه به علاوه یک چون خودتونم تو آمارهاتون دارید اگرچه رو میکنید کاری نداره من حاضرم بر این سخن تاوان بدم اگر اشتباه میکنم که آقا بالای 50 درصد این مردم به سیاست های حاکمیت معترضند انتقاد دارن کجا باید اولا یا اولا و ثانیا نمیشه نداره اولا کجا باید این انتقادشون رو بگن ثانی وقتی انتقاد کردن شما چگونه انتقاد رو میپذیرید و اجرا میکنید چون تازه انتقادم بکنن بگیم خب بله ما فهمیدیم که 60 درصد مردم به سیاست های حاکم معترضن متق... مت... منتقدن خب به قول ما طلبه ها مازا بعدش چی همین انتقاد تو دنیا اگر دیدن مردم معتقدن تصحیح میکنن سیاست های اشتباهشون رو یا حتی اقل اشتباه هم نکن مثلا ما اینجا کاری به اشتباه دو ببینید دو تا بحثه یه وقتی آیا این سخن در جایگاه خودش اشتباه هست یه وقتی هم میگیم آقا این مردم نمیپذیرن شما حکومتتون همه ادعای این حکومت و این حاکمیت به پشتوانه مردمی بوده امام یه میزان رأی ملت است آیا میزان رأی ملت است فقط زمانی که به من و منویات من رأی میدن میزان رأی ملت است اگه یه روز مخالفت با من رأی دیگه میزان اون روز باید میزان رأی ملت, ملت نیست <تصفح> ما بایستی این رو بدانیم و متوجه بشیم که بسیاری از زنان و دخترانی که میخوان روسری رو از سر بردارن این یک نماد است و یک بیان اعتراضی است خود این یک به اصطلاح تابلوی برای یک چیز دیگری و اون چیز دیگر چیست و اون چیز دیگر است که آقا در این کشور شما منکراتی به مراتب منکرتر و زشتر از بیهجابی دارید فرض کنیم بیهجابی یک منکر حداقل به نظر روحانیت و به اصطلاح گفتمان حاکم این یک منکر آیا منکرها در نگاه دینی طبقه بندی و درجه بندی هست یا نیست ما منکر مثلا قرآن میگه ول فتنه تو اکبر من القتل فتنه انگیزی حتی از آدم کشی بدتر, بدتر. القیبتو اشد من از زنا زنا خیلی گناه زشتیه ولی میگه اگه پشت سر یک مسلمونی غیبت کرد یا آبروش بردی زشتی اون گناه از این بدتر درست شد آیا اختلاس رشوه کمکاری بیکفایتی کسی که این کاره نیست و شما این پست به او میدید تو همین دولت فعلی یا دولت های قبلی مثلا کاری به نوع دولت ها ندارم بسیاری از کسانی که در رأس اون این کاره نبودند و شما فرق است بین ناکار آمدی و بیکفایتی ناکار آمدی یعنی شما سر یک مسئله ای به یه دلیلی منفعت طلبانه یا یا یا, یا یه کاری رو بد انجام میدید رانندگی که راننده است بد رانندگی میکنه عمدن میخواد حال مسافرین بگیره میتونه خوب رانندگی کنه یه مسافری نره کشیده آبرو راننده رو برده حال راننده میخواد بر رانندگی بله. حال اونو بگیر اذیتش کنه یه نصر راننده نیست و این فرمون دادن به اون یه کسی راننده حد اکثر یه پرایده یه پیکانه به قول آقایون پای دو داره یه اتوبوس بدیم دستش که این دیگه امروز تو دنیا در مسائل تخصصی کارآمدی دنیا کاملا واضح اون روش میگن دیگه بیکفایتی نمیگن ناکارآمدی شما هم مسئولین بیکفایت داری هم مسئولین ناکارآمد خب چطور است اونجاها شما صداتون در نمیاد اونجاها اسم گشت ارشاد نمیگذارید مبارزه نمی کنید. در کدام من به این سراحت دارم میگم در کدام اداره جمهوری اسلامی است که رشوه نباشد شما یه اداره نشون من بدید که یک کسی یک کمی اون راندمان کاریش بالا باشه یه مقداری م... به اصطلاح مسائل مالی که اونجا بخواد انجام بده از حد معمول بالاتر باشه و گرفتار رشوه و حق حساب نباشه یه دردی هر کسی تونست نشون بده من به او جایزه میدم که قطعا نیست چون من خوب خبر دارم تمام مردمی که با ادارجات مختلف سر و کار دارن با ما ارتباط دارن اگر نمیتونن به قول شما مستقیم بگن به ماها میگن خب آیا این گناهش اسوع و بدتر و منکرش انکر از بیهجابی نیست؟ چطور شده اونجاها حاکمیت ساکته؟ یک بار رهبران ندیدیم یه فریادی بکشن سر این این همه ادارجات و تازه بعدم یه پیگیری بکنن چرا این معمول رشبه میگیره؟ چون به زندگیش نمیرسه خیلی واضحه <applause> آیا کسی از پول بدش میاد مگه یک آمریکایی یک اروپایی از پول چرا اونجا به این اندازه رشوه نیست چون زندگیشون تامینه دخل و خرجشون با هم میخونه شما ببینید از زمانی که تو این کشور تورم به وجود آمد تورم چند درصد رشد کرده سکه چقدر بالا رفته گوجه فرنگی چقدر شده؟ رب گوجه چقدر شده؟ سکر مثال نزنیم که آقا بله. رب گوجه سال 57 چقدر بوده؟ از الان ما نمیدونیم هنوز دم خونه آقای احمد نژاد گوجه بله. از اون هست یا نه؟ بله بله برهای... حتی, قول شما دم خونه ریاست جمهور ها به خصوص بله. منزل آقای احمد کنار منزل آقای احمد نژاد ها <تصفح> بله و آیا به همون اندازه حقوق مردم هم روش کرده؟ این خیلی واضحه نه. دیگه شما تازه یکی از چیزهایی که امام علیه شاه همین فقر و فلاکت مردم بود خب قرار بود که دو دولت ما دیگه فقر و فلاکت نباشه بعد شما میان یهو اینو میندازین رو گردن دشمن که چون زمان شاه که تحریم نبود ما تحریمه شاه که هشت سال جنگ نداشت ما جنگ داریم شاه که علیش این همه توتعه نمیگی حرفا چیه؟ این حرفا اصلا دیگه به کت مردم نمیره چون اولا بسیار از تحریم خودتون با قصر شدیم ما تو حوزه یک اصلی داریم میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار شما با این مردم اگه رفراندوم برگزار کردین که تا آخر تا قیام قیامت ما باید با آمریکا بجنگیم اگه مردم گفتن نه نمیخوایم بجنگیم میخوایم صلح کنیم میخوایم دو تا امتیاز هم بدیم مگه پیامبر تو صلح حدیبیه چند تا امتیاز نداد به کفار قریش به ابوسفیان خب شما اونجا میدونید دیگه وقتی که سهلنامه هده بیاره نوشتن پنج تا امتیاز پیغمبر دو, دو تا امتیاز گرفت همون روز خلیفه دوم برا از این دلواپسان بود اون روز که یا رسول الله اگر این از طرف خودته نمیپذیریم اگر از طرف خداست دیگه حالا میپذیریم پیغمبر مجوش بگه نه با اینکه پیغمبر آیه نازل شده که از طرف خودش و هوا و هوس خودش چیزی نمیگه ما ینتقو عن الهوا که خود خلیفه دوم تو منابع اهل سنت آمده میگه من هر وقت یاد روز صلح هده میفتم خودم خجالت میکشم و شرمنده میشم که جلو پیغمبر ایستادم خب این تاریخ جلوی روی ماست اساسا صلح کردن یعنی امتیازی دادن و امتیازی گرفتن معنی نداره که ما بگیم نه ما هیچ امتیازی نمیدیم اگر کسی مشروب خورد پشت رول نشست این همه دنیا میگن این با این دنیایی که مشروب رو آزاد میدونه میگه شما حق نداری میدونه دیگه شبای یک شنبه من دیدم تو اروپا بله. بای بودم یهو یه اینه جایی که ماشین ماشینا رو کنترل میکنن یهو جاده باریک شده ترافیک چه خبره میگن دارن اینجا میزان مشروب خوری رو کنترل میکنن یه دستگاهی میذارن که این اگه از یه حد بالاتری بله. شما مصرف کرده باشی معلوم میشه و باید بزنی کنار رو یا جریمه بله. داره بله. مردم دنیا پس علیه این هیچ وقت تظاهر نمی آقا ما میخوایم مشروب بخوریم به شما چی میگه نه شما که تو خونت مشروب خوردی و اون شب تو خونه موندی مستم شدی به کسی لطمه ضرری نزدی پشت فرمان بشینی برای جامعه پشت فرمان نشستی مسئله حجاب از این نوع دومه اما میبینه شما همه منکرات دیگر رو رها کردید یا حساسیتی که باید داشته باشید ندارید به این یه دونه خیلی گیر دادین بارها راهپیمایی کردید نهی از منکر کردین ماشین ها رو توقیف کردید زنا رو میخوان جریمه بکنین چه کردین تا جایی که به مرگ این دخترم انجام میده خب اینجا میشه یک مسئله چند شعبه یعنی این آدم با برداشتن روسریش میخواد سه تا اعتراض دیگه به شما بکنه و شما اگه نگرفتید این اعتراض ها رو این پیام ها رو نگرفتید اون وقت بایستی به عواقبش تن بدید